قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله تعالى وطاعته ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بحمد سفاس سنای پروردگار و صلوات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. در ادامه موضوع بحث موضوع گناهان کبیره، یکی از گناهان بزرگ منت گذاشتن است که در قالب شخص منان هم در روایات صحیح این کلمه ذکر شده و هم در کتبی که علما در مورد این گناه بزرگ بحث کرده ان. منان به انسانی گفته می شود که کارش منت نهادن است، یعنی در برابر احسان و نیکی که به دیگران می کند اون رو بر می شمارد، به رخ افراد و اشخاص می کشاند و انسان‌های فقیر و ضعیف و نیازمند رو خرد می‌کند، که خود نشانگر رنگ و ریا و کبر و خودبینی شخص منت‌گذار می‌باشد. اینه که به عنوان یک گناه بزرگی است که مؤمن بایستی از اون پرهیز بکند. با توجه به آیات و احادیث فراوانی که در این زمینه داریم، آیاتی که در سوره البقره به این قضیه می‌پردازند به این صورته که پروردگار می‌فرمایند الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کسانی که در راه خدا سرمایه و ثروتی که دارن صرف میکنن، میبخشن و بعد از اون که اون مال و ثروت رو بخشیدن در راه خدا منت نمیگذارن و آزار و اذیت نمیدن. چون ممکنه انسان بعد از این که بذل و بخششی داشته باشد منتی بگذارد، آزاری برساند، سوء استفاده‌ای بکند، تحقیر بکند، خرد بکند، با نیت‌ها و انگیزه‌های گوناگون بخواد ضربه بزند و آزار و اذیت به شخص یا اشخاص برساند به خاطر اون احسانی که کرده، خدمتی رو که انجام داده. اما اونهایی که مال و ثروت خودشونو در راه خدا صرف بکنن و بعد از اون منت نگذارن،
آزار اذیت نرسانند و لللهن و برای رضای خدا این کار را انجام بدهند، لهم اجرهم عند ربهم، اینها پاداششون نزد الله هست. در برابر این خدمت و احسان و نیکی پاداش و اجر و ثوابهایی رو دارن که خداوند پسنداز و ذخیره کرده در روز قیامت به اونها عطا خواهد کرد. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا کسانی هستن که نه ترسی بر اونهاست و نه اندوهگین میشوند، چه در لحظه مردن و چه بعد از این که از قبرها برانگیخته میشوند. بعد از اون میفرمایند پروردگار قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذى والله غنی حلیم، سخن و گفتار نیک و خوب، هر گفتاری که خوب باشه از دعا و ذکر خیر و کلمات طیبه و سخنانی که دلنشین باشد و مردم خوششون بیاد و درش آزار و اذیت نباشه، گفتارهای نیک و خوب و مغفرت یعنی عفو و گذشت و ستر مردم کردن و این گونه رفتارها بهتر است از اون صدقه‌ای که انسان بکند اما به دنبال صدقه اش منت بگذارد، آزار و اذیت برساند، به رخ این و اون بکشاند، در صدد خرد کردن اون افراد باشد و بشمارد اون خدمات و احسانهای خودش، اون هم با یک انگیزه درونی بسیار بد، نیت بد. پس اینه که اگر انسان بیاد با کلمات زیبای خودش، با عفو و گذشت، با اخلاق نیکو کاری را انجام بده، بهتر از اون صدقه و بذل و بخشش است که انسان بعد از اون و به دنبال اون منت بگذارد. بازم پروردگار می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، این یکی از دلایلی است بر اینکه ممکنه حسنات و خوبی‌های انسان به وسیله بدی‌ها از بین برود. ممکنه که انسان عمل نیک و صالحی انجام بدهد ولی به دنبال اون گناهی رو انجام بده که این گناه به نحوی در ارتباط باشه، حالا یا به آغاز اون کار و یا در لابلای اون و یا اینکه بعد از پایان خود کار، در هر صورت ممکنه گناهی انسان انجام بده که سبب از بین رفتن و تهی شدن و نابود شدن اعمال صالحه انسان باشد. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، ای مؤمنان صدقه هایی رو که کرده اید، احسان هایی که نموده اید اونو باطل نکنید. انسان اومده صدقه رو داده، اجر و ثواب برای خودش پسنداز کرده، اما ممکنه به دنبال اون کاری انجام بده که اون صدقه رو از بین ببره، نابود و تهی بسازه. به چه صورت؟ بالمن والاذى، با منت گذاشتن، با خرد کردن، به رخ کشوندن، بلخص در جمع، حالا اگر فقیر و مستمنده، به ویژه اگر انسان دیگه به نحوی حقوق واجبه‌ای بر دوش او هست، اون کسی که به پدر، به مادر، به زن، به فرزند، به شوهر، به کسانی که حقوق واجبه بر انسان دارن، حقوق واجبی رو که انجام دادیم، بعد انسان بیاد هی به رخ بکشونه، منت گذاری بکنه. بله ممکنه انسان برای اینکه یه وقتی طرف رو متوجه بکند، یه قضیه جداگانه هست، ممکنه یه انسانی باشه در برابر احسان و نیکیه یه انسان نیکوکار برخورد بد بکند، کفران بکند، ناسپاسی بکند، طرف نمیاد به قصد اینکه خوردش بکند یا در ملع و جمع و آشکارا آبروش ببرد، بلکه برای اینکه گوش زدی باشه و ای رو متوجه بکند که او هم داره مرتکب گناه میشود، همونطوری که منت گذاشتن درست نیست، کفران خوبی های دیگران هم درست نیست که انسان نمک نشناسی بکند، کفران بکند، شکر و سپاس و تشکر و تقدیر از دیگران نداشته باشه، اون هم گناهه. ممکنه یه وقتی انسان به خاطر اینکه شخص رو متوجه اشتباهش بکند که شما دارید اشتباه میکنید، این کفران است، ناسپاسی است، عدم شکر،
مسئولیت داری، اون موقع قصد و انگیزه مهمه و میتونه جدا بکنه منت گذاشتن از نصیحت کردن، که شیوه اون هم متفاوت هست، همونطوری که در نیت و انگیزه با هم فرق میکنن. پس صدقاتتون رو باطل نسازید با منت گذاشتن و آزار و اذیت، به مانند کسانی که یا کسی که انفاق میکند اما به خاطر رنگ و ریا، بحث منافقین است، مانند منافقین، مانند کسایی که به خاطر خودنمایی یک کاری رو انجام میدهن از همون ابتدا کارشون باطل بوده. پس تو یه مؤمنی که کارت رو ممکنه با نیت خدایی و انگیزه خدایی و اخلاص رو انجام داده اید، اجر و ثواب گیرت اومده، اما به مانند منافقین نباش که از همون ابتدا و آغاز کارشون باطل بود. ممکنه توی مؤمن بعد از انجام کار بخواهید اون احسان خودت رو باطل بکنید با منت گذاشتن و آزار و اذیت رسوندن. اما احادیث، حدیثی که در صحیح مسلم هست و ابو ذر رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می‌فرمایند که فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. سه کسن، سه نفرن که خداوند در روز قیامت با آنها سخن نمیگوید، چون در روز قیامت پروردگار با بندگانش صحبت می کند. اما سخن پروردگار به دو صورت است، یه سخنی است که با همه بندگان، چون حسابرس است، حساب از بندگانش می کشاند. ما منکم من احد الا سیکلمه ربه، هیچ احدی از شما نیست مگر اینکه الله جل شأنه در روز قیامت با وی سخن می گوید که حتی نیاز به مترجمم نیست، ترجمه نمی خواد، با همه انسان ها. اما یک سخن و صحبت خاص است، همون گونه که نظر و نگاه خاص است، همون گونه که همراهی در دنیا و بعد از مرگ و در روز قیامت است. خداوند با همه بندگانش، اما بودن الله با بندگان متفاوت است. با بندگان مؤمن خداوند سخنی که از روی مهر و محبت و دوستی است میزند، چون بندگان مؤمنش رو دوست دارد. فرق می کند با اونهایی که دشمنان خدا بودن، منافقین و کفار بودن، سخنی دیگر است. همونطوری که معیت و همراهی پروردگارم متفاوت با انسانهای مؤمن و غیر مؤمن. خدا با همه هست، اما همراهی خداوند با بندگان مؤمنش، همراهی حفظ و نصرت و یاری و حفظ ایمان او و اینه که در فردای قیامت هم در بهشت برین در کنار و جوار رب العالمینن. اینه که خداوند، سه کسن که خداوند با اونها سخن نمیگوید، اما اون سخنی که از روی مهر و محبت باشد و به اونها نظر نمیندازد، نگاه نمی کند و اونها رو از گناهانشون پاک نمی سازد و برای اونها عذاب بسیار دردناکی است. سه مرتبه این عبارت ها رو تکرار فرمودن پیغمبر علیه الصلاه و السلام. ابو ذر رضی الله تعالی عنها میگه من گفتم که خابو و خسرو، اینا کیا هستن؟ بدبخت و بیچاره شدن، زیانکار شدن. اینا این که نه خداوند با آنها سخن میگوید، نه نگاهی، نه نظری به آنها میندازد، نه تزکیه میکند و بر آنها عذاب، اینا بدبخت شدن، بیچاره شدن، اینا کیا هستن؟ فرمودن علیه الصلاة و السلام المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. این سه کس، یکی مسبل است. انشاءالله بحث هایی در مورد مسبل خواهیم داشت. مسبل از اسبال است که در روایات دیگه اومده المسبل و ازاره. مسبل کسی که دراز و بلند بکند ازار لنگ خودش یا لباس خودش و یا دامن خودش که پایین تر از اون کعبه یا کوزک پای انسان باشد، که بحثی داره انشاءالله در خطبه های آتی و آینده بحث هایی خواهیم داشت روش. والمنانو، این بحثمون هست، مورد بحث خطبه‌مون. منان اون کسی که کارش منت گذاشتن، چون با صیغه مبالغه با تشدید اومده المنان، کسی که کارشه
صدقه میکند، کمک میکند، اما فوراً به دنبال اون خودنمایی، به رخ کشندن، شمردن، منت گذاشتن، خرد کردن، تحقیر کردن، توهین کردن که افراد رو شرمنده میکند، که دیگه جرأت اینو ندارن که به او نزدیک بشن و یا حتی نیازهای خودشون نه با او حتی با دیگران شاید روشون نشه که در میان بگذارن. و نفر سوم کسی است که در داد و ستد و معامله کالای خودش و جنس خودش رو می فروشد و رواج می دهد با قسمهای دروغین. قسم می خورد، می دونه که قسم دروغینه، اما برای اینکه بتونه جنس خودش رو به فروش برساند، عیب اون رو پنهان بکند، کلاه سر خریدار و مشتری بگذارد، قسم دروغین می خورد به الله جل شأنه، والله که قیمتش اینه، والله که بهترین جنسه. به هر نحوی برای اینکه راضی بکند مشتری‌های خودش قسم دروغین می‌خورد. این هم این حدیث شاملش می‌شود. و آخرین حدیث، پیامبر فرمودند علیه الصلاه و السلام: ثلاثه لا يدخلون الجنه، العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان. مسائل دیگه رو بیان می‌کند در کنار منان. سه کسان که وارد بهش نمی‌شوند: العاق لوالدی، اون کسی که نافرمانی پدر و مادر می‌کند، و المدمن الخمر، کسی که معتاد است به مشروب خوری، مشروب خور است، به شرب خمر اعتیاد کرده، معتاد است، و کسی که منان است، یعنی همون قضیه‌ای که بیان شد، منت می‌گذارد در برابر خوبی‌ها و احسان‌ها و نیکی‌های خودش. امیدواریم که خداوند به من توفیق بده که کار رو خالصانه انجام بدیم و به دنبال اون هم خدا رو در نظر بگیریم، که اگر نعمتی داریم، اولا منعممون الله جل شأنه، اگر بذل و بخشش و احسانی داشته ایم، اگر قدمی برداشته ایم در جهت خدمت به دیگران، اون هم بدانیم که منت دوم و نعمت دوم از جانب الله است. پس الله که منان است و منان حقیقی است، او بر ما منت می‌گذارد و بر ما منت نهاده است که به ما نعمت داده، و اگر از اون نعمت بذل و بخششی داشتیم شرمنده الله باشیم. خدا رو شکر بکنیم که خیلی ها هستن خداوند نعمت‌های گوناگون بهشون داده، نه اینکه از اون نعمت در راه خیر استفاده نمی‌کنن، بلکه چه بسا کسانی هستن که از نعمت‌های گوناگون خدا در راه خلاف خدا و نافرمانی خدا و فساد در جامعه و در راه گناه و معصیت و شرب خمر و مسائل گوناگون و ارتباط‌های نامشروع و سوء استفاده از ناموس و حتی به دین و مذهب خودشون هم ضربه میزنن. پس انسان مؤمن خدا رو شکر بکند، نون پروردگار بداند و بفهمد که اگر نعمتی از خدا به من داده، اگر قدم مثبتی برداشتم، اگر خدمتی کردم و خدمتی میکنم، باز هم زیر بار منت پروردگارم هستم. اینه که مؤمن وقتی یک چنین احساسی به نعمتها و منتهای خدا داشته باشه، همیشه خودش رو مدیون و بدهکار منعم خودش و رازق خودش و خالق خودش و اله و معبود خودش که الله باشه میدونه. امیدوارم که خداوند به همه من توفیق بده که خدای من و نعمتهای او رو بشناسیم و بنده شاکر و سپاسگزارش باشیم. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم و استغفروه انه هو الغفور الرحیم جواد کریم برحمته و هو ارحم الراحمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. Thank you.